خب همونطور که اشاره کردیم کارت های گرافیک متعددی در بازار در حال حاضر وجود داره. تکنولوژی های جدید ساخت AMD و یا ساخت NVIDIA. خب برای بسیاری این سوال پیش میاد که با توجه به مشخصات فنی مختلفی که این کارت های گرافیک داره انتخاب کدومش بهین است. برای این موضوع ما یک شاخص ابدا کردیم که اسم این شاخص رو گذاشتیم شاخص GPU ایندکس یا شاخص انتخاب کارت گرافیک. این شاخص انتخاب یه فرمول ریاضیه که ما این رو در اکسل برای هر کارت گرافیکی تشکیل میدیم و بر مبنای عددی که این شاخص به ما میده میتونیم تصمیم بگیریم که این کارت گرافیک خوبه یا نه و کدوم کارت گرافیک برای ما بهینه تره. خب GPU ایندکس یه کسره که صورتش زیگمای 1 تا 4، یعنی مجموع 4 تا آیتمه. مجموع درآمدهای کارت گرافیک بر روی 4 الگوریتم مختلفه. به عنوان مثال ببینید، الان ما کارت 580 رو در نظر گرفتیم. خب الگوریتم اول اتریومه، بعد RVNه، بعد خدمتون عرض کنم که اتهش روی باز کوینی به نام الا، ETC هشه و همجور کوینای دیگه. بعضی وقتا اینو به شما بگم که سایت وات تو ماین با توجه به حالا به روز رسانی اینترنت اکسپلورر یا فایرفاکس ممکنه اینو درست سورت نکنه برای شما، ولی عموم مواقع این رو به درستی سورت میکنه. از بیشترین میزان به کمترین میزان این رو برای شما سورت میکنه. خب ما برای اینکه جی پی یو ایندکس رو تشکیل بدیم نیاز داریم که 4 تا الگوریتم مختلف رو با بیشترین درآمدهای کارت در نظر بگیریم. خب در اینجا یه دونه اتهش رو اتریوم که 2.22 دلاره، RVN هست که این 1.44. بیایم روی کوین بعدی، این هم البته الگوریتمش اتهشه با 1.3، و کوین بعدی ETC با 1.28، و کوین بعدی ERG با 1.27. بهتره که در زمانی که میخوایم این فرمول رو مورد استفاده قرار بدیم 4 تا کوینی که الگوریتم مختلف دارن رو در نظر بگیریم. یعنی اگه اتهش 2 تا بود، ما اون یه دونه اتهشی که بیشترین بازدهی رو داره در نظر میگیریم تو این فرمول. خب میایم 4 تا از اینها رو مجموعش رو در صورت قرار میدیم. یعنی به عنوان مثال الان این 4 تا میشه یه دونه 2.22 به اضافه یه دونه 1.44 به اضافه یه دونه بپریم به این پایینی 1.28 به اضافه یه دونه 1.27. این رو داخل فرمولمون ما قرار میدیم. خب این میشه صورت کسر. حالا میاییم روی مخرج. مخرج ما شامل یه دونه آیتمیه به نام پرایس، یعنی قیمت کارت گرافیک توی بازاره، ضرب در توان الکتریکی کارت گرافیک. که توان الکتریکی کارت گرافیک هم شما باید زمانی که میایین الگوریتم مورد نظر رو انتخاب میکنین. خب عرضم این بود که برای اینکه توان الکتریکی کارت هم وارد فرمول بکنید، ما اینجا electricity power رو قرار میدیم. این electricity power
من اشتباها کاست نوشته بودم. الکتریسیتی پاور مربوط هستش به مصرف کارت توی بیشترین پربازده ترین الگوریتم. حالا اینجا می نویسیم که توان الکتریکی کارت مربوط به پربازده ترین الگوریتم. این به ما یه شاخصی میده که بتونیم تصمیم گیری بکنیم. خب این رو هم من اصلاح کردم. خب بنابراین مجموع چهار الگوریتم مختلفی که بیشترین درآمد رو دارن رو ما در صورت قرار میدیم، قیمت کارت در بازار رو در مخرج قرار میدیم آیتم پرایس، و توان الکتریکی کارت رو روی پربازده ترین الگوریتم هم در مخرج قرار میدیم بر حسب وات. نهایتا این کسر رو ضرب در عدد 1000 میکنیم. این به ما قراره که یه شاخصی بده ببینیم میتونیم راجبش بحث کنیم و ازش به عنوان یک پارامتر تصمیم گیر استفاده بکنیم. خب برای این کار یه فایل اکسل رو ما تشکیل میدیم. اینجا می نویسیم اسم کارت و درآمد الگوریتم یک، درآمد الگوریتم دو، درآمد الگوریتم سه و درآمد الگوریتم چهار. آیتم بعدی قیمت کارت هست. آیتم بعدی مصرف برق کارت. آیتم آخر مربوط میشه به جی پی یو ایندکس یا همون شاخص کارت گرافیک. خب اینها رو یه ذره مرتبش میکنیم که شکل خوبی داشته باشه. فونت بنازنین رو قرار میدیم. خب یه کادر هم میذاریم دورش. خیلی خوب. اینم یه رنگ بهش میدیم که به نظر جذابتر میرسه. خب حالا بیایم وارد سایت واتوماین بشیم مجددا. ما الان میخوایم کارت 580 رو با 5700 و خدمتون عرض کنم که و کارت 3070 و کارت 3060 Ti با هم مقایسه بکنیم. اول 580. خب اسم کارت رو اینجا وارد میکنیم. درآمد الگوریتم اول رو محاسبه میکنیم. الگوریتم پربازده اول 2.22 دلاره، 2.23 دلار. خب مصرف برق تو پربازده ترین الگوریتمش 130 واته. این رو هم اینجا قرار میدیم. قیمت کارت امروز یه چیزی در حدود 16,500,000. حالا قیمت ها رو به تومان وارد میکنیم اینجا. 16,500,000. خب الگوریتم دوم RVN هست 1.44. خب برخی تو بازار اشاره میکنن که ممکنه کارت 580 بعد از اتریوم 2 از کار بیفته. خب این صحیح نیست.
کارت گرافیک همونجور که عرض کردم پردازنده های چند منظوره هستند، بنابراین به راحتی بعد از اتریوم دو شما میتونید اتریوم کلاسیک، آر وی ان و یا کوین های مختلف دیگه ای رو باهاش ماین بکنید. محدودیتی نداره و از کار نمیفته. خب الگوریتم شماره 3 اتریوم کلاسیک هست، 1.28 28 صدم. الگوریتم شماره 4 ERG هست، 1.27. خب برای اینکه جی پی یو ایندکس رو به دست بیاریم لازمه که یک کش تشکیل بدیم و بگیم که مجموعه درآمدهای کارت تقسیم بر دوباره قیمت کارت ضرب در مصرف برق کارت و مجموعاً ضرب در عدد 1000. این به ما یه شاخص کسری میده. حالا اگر عدد 1000 مناسب نبود ما میکنیمش 1,000,000 که عدده. خب بهتره بکنیمش عدد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10^8. خب این رو ما تو فرمول خودمون هم اصلاح میکنیم، اینو میکنیم 10^8 که اون عدده چون کسر کوچیکیه قابل حس نیست، ولی وقتی بزرگتر بشه بین 0 تا 1 بشه بهتر میشه لمسش کرد. خب همینطور که داریم ویدیو رو پیش میبریم داریم فرمول رو هم اصلاح میکنیم. خب این کارت 580 شاخصش رو به دست آوردیم. حالا بریم سراغ کارت 5700 XT. انتخاب میکنیم، کلکولیت میکنیم مجددن. خب بله، خب همونطور که ملاحظه کردین الان باید ما درآمد بالاترین درآمدهای کارت رو داخل فرمولمون قرار بدیم. خب اول اتریوم هست، 4 دلار می‌زنیم کارت 5700، درآمد 1.4 دلاره. درآمد از الگوریتم دومش 2.32 درآمد از الگوریتم سومش 2.31 درآمد از الگوریتم چهارمش، بهتر عرض کردم که توی یک الگوریتم نباشه به این دلیله که بتونیم توان کارت رو تو الگوریتم های مختلف ارزیابی بکنیم. این اتهشه، این مجددن اتهشه روی کوین ERG 2.15. خب 2.15 قیمت کارت یه چیزی در حدود 35,000,000 تومانه. مصرف کارت روی پربازده ترین الگوریتمش که اتریوم 130 واته. خب اینم 130 وات. خب به همین ترتیب ما معذرت میخوام، فقط این ستون باید محاسبه بشه. این ستون رو محاسبه میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید برای کارت 5700 شاخص جی پی یو ایندکس ما 2.23 شده. حالا این ستون رو هم ما گردش میکنیم که به قابل لمس باشه. خب
همونطوری که میبینید در حال حاضر کارت 580 اقتصادی ترین کارت هست، جی پی یو ایندکسش از همه بالاتره. توی این محاسبه فاکتور آینده نگرانه هم در نظر گرفته شده. با توجه به قیمت و درآمدهای کارت این میتونه به شما یه مسیری رو نشون بده، بگه این کارت الان نسبت درآمد به قیمت و مصرفش خب به نسبت خوبه. حالا بریم کارت های سری انویدیا رو قرار بدیم، یا یک نمونه AMD دیگر رو هم قرار میدیم، 6800 XT. بذاریم وارد کنم 6800 XT. مجدداً کلکولیت میکنیم. خب این کارت روی اتریوم 4.68 درآمدش، 4.68 درآمد. الگوریتم دوم ببینیم چیه، XEQ هست که 4.08 درآمد. روی الگوریتم سوم RYO 3.92 و روی الگوریتم چهارم 3.64. خب روی این کارت کوین های متعددی رو داره به ما پیشنهاد میکنه. تا جایی که اطلاع دارم این کارت حدوداً 48 تومن تا 50 تومن قیمت داره. حالا من عدد 49 تومن رو قرار میدم. مصرفش روی پربازده ترین الگوریتم 150 وات. خب اینم هست 150. خب شاخص رو محاسبه بکنیم. الان همونطور که ملاحظه میکنید جی پی یو ایندکس این کارت 6800 از تمام کارت های دیگه کمتر بوده. خب حالا بریم سری های انویدیا رو بررسی بکنیم. اول از همه کارت 3060 رو بررسی میکنیم، 3060 Ti. خب 3060 Ti روی اتریوم به ما 4.27 میده. اطلاعاتش رو وارد میکنیم، 3060 Ti 4.27. حالا درآمد الگوریتم دوم XEQ هست 3.55 55 روی الگوریتم RYO کریپتونایت جی پی یو 3.14 هست و روی ERG 3.35 هست. خب قیمت این کارت رو الان نمیدونم، بهترین گزینش اینه که تو سایت دیوار سرچ بکنیم. روش آنلاین بهترین روش هستش. همین الان قیمتش رو سرچ میکنم. خب کارت C60 Ti. خب کارت C60 Ti رو که حالا ایسوس روگستریکسش هست یا TUF گیمینگ هست حدود 27 تومن قیمت داره. ما طبق همین قیمت اینجا قرار میدیم. خب مصرف این کارت روی پربازده ترین الگوریتم 130 وات هست. مجددا شاخص جی پی یو ایندکس رو ملاحظه می کنید، نشون میده که این کارت با توجه به قیمت الان جی پی یو ایندکس بسیار خوبی داره.
یعنی هم روی اتریوم عمل کرده خوبی داره، اتریوم هم بره کنار باز کارت روی کوین های دیگه با توجه به قیمتش عمل کرده خوبی داره. این 6800 XT هم من احساس میکنم قیمتش باید آپدیت بشه. خب 6800 XT قیمتش 42200 هست. حالا ما بر مبنای همین قیمت هایی که داخل سایت هست آپدیت رو انجام میدیم. 42200. خب باز شاخصش کمی بهبود پیدا کرد، ولی در حال حاضر 360 Ti به نظر میرسه که بیشترین اولویت رو بین تمام این کارت های گرافیک داره. حالا بریم سراغ کارت 3070. این الا مربوط هستش به LHR، اینا به درد ما این نمیخوره، اینا رو باید حواستون باشه که موقعی تهیه میکنیم LHR نباشه. حالا بریم سراغ کارت 3070. روی اتریوم 4.24 مجددا وارد میکنم. 4.24 XEQ 3.57 الگوریتم سومش RYO 3.44 الگوریتم چهارمش XWP 3.42. قیمت کارت رو هم مجددا ما از سایت دیوار استعلام میکنیم. خب اینا LHR هن مناسب نیستن. حالا مارک پلیت هست، کلاکس هست، گین وارد هست. خب کارت ایسوس که برند معتبری هست 34500 قیمت داره. ببینیم که این نوعه یا دست دوم. خب این دست دوم ظاهرا. چون قیمتش خب این نوع MSIش کارت بسیار خوبیه، حدود 36 تومن هست. در حال قیمت ها رو باید یه قیمتی که کارت برند معتبری باشه رو تهیه بکنید. خب الان این مارک ایسوس هست، شارک لیمیت 46900. البته خب برند های دیگه ای وجود داره مثل پلیت که وارد بازار شده، خب به نسبت برندش به نسبت ایسوس پایین تره، تو رنج 43 تومنه 43.4. ما حالا همین عدد 44 تومن رو برای کارت 3070 در نظر میگیریم. خب مصرف برق کارت روی پربازده ترین الگوریتم 130 واته، خیلی شبیه به 360 Ti. خب همونجور که ملاحظه میکنید 3070 به دلیل اینکه قیمتش خیلی زیاد بودش جی پی یو ایندکسش اومده پایین. حالا بریم سراغ کارت های دیگه نظیر 3080. خب کارت 3080 کارت پرقدرتی هست روی اتریوم 6.64. وارد میکنیم 3080 6.64. خب کوین بعدی XWP هست 4.68 4.68. روی کوین بعدی تیوب هست 4.62 و رو کوین بعدی هم XEQ هست 4.52. خب
قیمت کارت هم باز باید توی سایت دیوار حالا به عنوان یه رفرنس دم دستی سرچ بکنیم ببینیم که تو چه حدوده. قصدم این هست که یه برند شناخته شده تری رو قیمتش رو پیدا بکنم. خب چون عموماً ایسوس رو انتخاب کرده بودیم، اینجا هم سعی میکنیم برند ایسوس رو مجدداً انتخاب بکنیم. الان برند ایسوس TUF 69500 قیمت داره و 3080 گیگاه، این احتمالا دست دومه که قیمتش کم تره. باز برند ها مختلفه، ما بر مبنای برند حالا شناخته شده ایسوس قیمت ها رو انتخاب میکنیم. شما میتونید متناسب با شرایط خودتون بعدا جی پیو ایندکس رو پیدا بکنید. خب الان برند ایسوس قیمت 69500 هست. خب حالا مصرف برق توی پر باز بهترین الگوریتم رو هم پیدا میکنیم، 230 وات این رو هم اینجا قرار بدیم. خب این هم داده های مربوط به کارت 3080. خب شما زمانی که تو بازار با تنوعی از کارت های گرافیک مواجه هستیم باید یک الگوی مشخصی رو پیدا بکنید که بتونید بر مبنای اون تصمیم گیری ها رو مهندسی تر و اصولی تر بکنید. خب اگر بخوام این رو سورت بکنم کاملا مشخصه که کارت های ما در چه وضعیتی قرار دارن. خب رنگ بندی به ما نشون میده که 3060 Ti جی پی یو ایندکسش 0.42، یعنی این کارت هم رو اتریوم بهینه است هم بعد از اتریوم هم رو سایر کوین های دیگه هم عمل کرده بسیار خوبی داره. توی جدول ما 3080 به منظور ماینینگ بدترین عمل کرد رو داره. ممکنه این کارت توی بحث پردازش گرافیک عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشه و حتما هم داره، ولی تو حوزه ماینینگ همونطور که ملاحظه میکنید شرایط خوبی رو در شرایطی که اتریوم ماین میشه و بعد از اتریوم نداره با توجه به قیمتش و هشهای خروجی که داره. بعد از کارت 3060 3070 و 6800 در یک رده قرار گرفتن، جفتشون 2600 جی پی یو ایندکسشون. تو مرحله بعد کارت 580 قرار میگیره با توجه به قیمتش و هشهای خروجی که میده، و در مرحله بعد کارت خدمتون عرض بکنم که 5700 قرار میگیره. حالا اینجا میتونید از امکانات اکسل برای سورت کردن هم استفاده بکنید. خب همونطور که ملاحظه کردید بنابراین بهترین انتخاب ما اول 3060 Ti خواهد بود تو کارتایی که انتخاب کردیم، بعد 580، بعد 6800 XT، بعد 3070، بعد 5700 و بعد در آخر هم کارت 3080. این شاخص جی بی او ایندکس رو ما تعریفش کردیم که بتونید در زمانی که تصمیم گیری براتون سخته و یا بازار متناسب با موجودی خود شما رو هول میده به سمت خرید یک کارت که موجود هست، بتونید هوشمندانه و بر مبنای اصول علمی تصمیم گیری بکنید. تشکر میکنم که ویدیو رو کامل دیدین، حوصله کردین.